آقای پورگارهن که به دیدن خمینی رفت تا آقای همین آقای کوفی انان اینو در مقابل چه شما قرار میگیرد. اینجا من شما ایرانی زخمی هستیم. این مسئله با فراسوی ایدئولوژی ها مطرح کرد تا بتوانیم ریشه های اصلی عدم رعایت حقوق بشر در ایران رو متوجه بشیم. بله. بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم از تماستون و صحبتاتون. خب گفتگو رو دنبال بکنیم در ادامه صحبت‌های خانم ارجمندی در مورد قطعنامه و تفاوت قطعنامه با قطعنامه سال قبل توضیح دادن. خب ما همچنان که دفعه قبل سال قبلم آیه تویدی گفتیم، به هر حال تاکنون رژیم تن به این قطعنامه ها نداده، این بار هم که اون رو گفت که یک قطعنامه سیاسی هست و علی رغم اینکه از همه طرف هم شاهد هستیم که در زمینه‌های مختلف نقض حقوق بشر یا در زمینه اتمی فعالیت‌های تروریستی زیر ضرب هست، همچنان ادامه میده، در حالی که در ظاهر اینجوری به نظر میاد که اگر که یک چهره به قول معروف ظاهر و صلاح تری میگرفت و اینطور دست به سرکوب گسترده جنایت‌های روزمره در واقع که الان داره انجام میده به اونها دست نمیزد، به هر حال میتونست یک وجهه بهتری رو در سطح جهانی از خودش بروز بده. من میخواستم این سوال رو مطرح بکنم که به هر حال که این عمل کرده رژیم که بیشتر رژیم رو میبره زیر ضرب، چرا این کارو میکنه؟ عرض کنم که اجازه بده اول من در مورد سیاسی بودن که الان شما از قول واکنش نماینده رژیم گفتین در قبال قطعنامه ها، این مقوله سیاسی بودن که بهش اشاره میشه، الان هم که از آلمان کسی زنگ زده بود بحث سیاسی بودن و قطعنامه رو مطرح میکرد، اگر پای تحقیق و حساب و کتاب و مطالعه درست اسناد پیش بیاد، خیلی جالب بود، من خودم به سیاق کارم خب دیده بودم قطعنامه رو، ولی الان که خانم ارجمندی توضیح میدادند اون یک صفحه قطعنامه قبلی رو و مواردی رو که به اصطلاح به عنوان قول خود شما ولکام و به خاطر آزرده نکردن این گرگ تیزدندان و این گراز وحشی که به جان ملت ایران افتاده، به چه چیزهایی توش اشاره شده، از جمله خوندن ایشون که گفته چون رژیم با برخی کشورها گفتگوهای حقوق بشر داره، برخی کشورها عبارتند از همین کشورهای اروپایی که با رژیم وارد دیالوگ سازنده و دیالوگ حقوق بشر می شدند به بهای نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران، تعطیل قطعنامه هایی که در اون کمیسیون سابق حقوق بشر که الان شده شورای حقوق بشر اونو تعطیل کنه به خاطر باج دادن به رژیم، این کار رو که خودش میبایست محکوم بشه رو به عنوان ولکام و به عنوان مثلا رضایت از پیشرفت وضعیت اینطور که میگن. خب الان یه مقاومتی هست، چشم و گوشش بازه، اسنادو میاره میخونه و دقیقا توضیح میده که چی میگذره. من فکر میکنم هیچ مبالغه ای در این نیست که رژیم آخوندی و مناسباتش با جامعه جهانی نمونه ایست منحصر به فرد و کثیف‌ترین رژیمی است که مناسبات بین المللی رو و مخصوصاً مقوله حقوق بشر رو به سیاست و به کثیف‌ترین نوع سیاست آلوده کرده. ایرانی غیرتمندی هم اگر در دنیا صداش به جایی میرسه، دستش به یه روزنامه‌ای میرسه، حتی اگر به نظر من میخواد از حقوق قربانیان حقوق بشر در آفریقا یا در شرق دور در آسیا یا در استرالیا یا در خود آلمان یا در کشورهای اروپایی یا آمریکا، بله اونجا مواردی هست صورت میگیره، اگه کسی میخواد از اینا دفاع کنه، واقعا بایستی رژیم ضد بشری و ضد انسانی یا آخوندی رو که ملبس کرده و راه همه این چی داره بسته هدف قرار بده. ایرانی با غیرت و آگاه و هوشیار و به نظر من هر انسان شریفی، نه به دلیل این تعصب یا مسئله گروهی سازمانی شورایی آلترناتیوی ما، نه، به نام بشریت
به نام انسانیت اگه کسی میخواد از اصول حقوق بشر، از کیان ملل متحد، از منشور ملل متحد با هر ماهیتی که داره و در هر مرحله‌ای و به هر صورتی که تصمیم شده، بالاخره همین که هست، دفاع کنه و اون رو از لوس و ننگ سیاست، سیاست زد و بند، سیاست تو گیومه، سیاستی که قیمتش این چوبه‌های داریست که در ایران برپاست و نباید هم مسئله لوس کرد، به دار کشیدن مردم در کوچه و خیابون، کجا؟ خطای یک ماموری در فلان خیابان آلمان یا فلان مرسی آلمان کجا؟ البته اونم نقض حقوق بشر باید محکومش کرد، ولی اینا متفاوته. به نظر من بیشترین موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی مثل آلمان در هماهنگی با رژیم آخوندی صورت میگیره. من الان آمار دقیق ندارم و تحقیق مشخص نکردم، ولی میتونم تعهد بدم تحقیق کنم برم ببینم در آلمان چند زن ایرانی رو مجبور کردن که روسری سرش بکنه که عکس بگیره که بفرستنش جمهوری اسلامی، و این مورد نقض حقوق بشره. پس اگر در آلمان هم دنبال نقض حقوق بشر میگردیم، به نظر من اول باید در ارتباط با آخوندها اینا رو به حساب کشید که چه میکنید. بنابراین در سیاسی کردن تو گیومه، در آلوده کردن حقوق بشر به زد و بند، در سوء استفاده از مناسبات بین المللی، در استفاده از پاسپورت دیپلماتیک برای فرستادن تروریست که شهید حقوق بشر رو در مرکز حقوق بشر ترور کنه، نمره اول تا هزار ماله حکومت آخوندیه، چون اصلا تسهیلات دیپلماتیک رو و پاسپورت دیپلماتیک رو هم کرده وسیله فرستادن تروریست که شهید حقوق بشر رو در شهر ژنو بکشه. خب ایرانی باید علیه اینا فریاد بزنه، دولت آلمان رو و دولت‌های کشورهای مختلف رو وادار میکنه به ضرب و شتم پناهندگان ایرانی. کی میکنه؟ هم اون دولت البته گناهکاره و باید حساب پس بده چرا نقض حقوق بشر کرده، ولی باعث بانیش باز آخوندهاست. پس در زدایش زد و بند و سیاست ننگین معامله و مخشانداج بایستی هدف رو حکومت آخوندی گرفت، اونه که آلوده کرده. این حرف اول. اما سوال شما برای من آشناست، چون خیلی ها میپرسن این سوالو که راستی، بخصوص اونایی که به اصطلاح میخوان که یه جوری این رژیم سروازی پیدا بکنه که بشه باشه کارایی رو پیش برد، که آقا چرا یه خورده مراعات نمیکنه؟ ما الان دیدم حتی تو خود رژیم آقا یه دیگه مثلا امینزاده آدمی که یک زمانی معاون وزارت خارجه بوده، آقا احمدی نژاد چرا این حرفا رو میزنه؟ این کارو ما رو خراب میکنه. حالا چرا این کارا رو میکنی؟